اگه روی این ویدیو کلیک نمی کردید ممکن بود با خوراکی های خیلی ساده ای مثل سیب زمینی و گیلاس مسموم بشید و خدایی نکرده تا مرز مرگ هم برید. پس اگه می خواید بدونید که چطور این خوراکی ها می تونه باعث مرگ یه انسان بشه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید و اگه براتون جالب بود لطفا ویدیو رو لایک کنید. راستی اگه دنبال چیزایی هستید که هرگز جایی گفته نمیشه، مثل چیزای ترسناک، عجیب و رازآلود، جای درستی رو انتخاب کردید و ما توی این چنل راجع به این طور مسائل ویدیو میسازیم. کافیه که همه زنگوله های کانال رو روشن کنید تا ویدئویی رو از دست ندید. خیلی خوب، بریم سراغ غذاهایی که باعث مسمومیت و مرگ انسان میشه. آگونیتون که اسمای دیگه ای مثل گورکش، موشکش، پلنگکش و کلاه شیطان داره، در واقع یه جنس کامل از گیاهانه و به یه گونه خاصی اشاره نداره. این گیاه به نظر میاد که خوشگل و بدون ضرره، اما تمام قسمت‌های این گیاه در عین زیبایی سمیه. تقریبا کل اعضای این گیاه بسیار سمیه، اما با این حال گل‌های بنفش و آبیش باعث شده که مورد توجه باغبانا و گلفروشا قرار بگیره. سم موجود در ریشه آگونیتون به دلیل داشتن مقادیر زیادی از ترکیبات آلکالوئید سود آگونیتون به شدت کشنده است. از سم چندین گونه مختلف از آگونیتون در ادوار مختلف برای سمی کردن نوک نیزه ها استفاده میشد. مردمای لداخت ساکن هیمالیا برای شکار بز کوهی آیبکس به کرات از این ترکیب استفاده میکردند. در چندین منطقه از جهان به عنوان سم برای شکار خرس مورد استفاده قرار می گیره. در دوران معاصر افراد محلی از این گیاه به عنوان تومه‌ای برای گرگ ها استفاده می کردن و به همین دلیل اسم دیگه این گیاه زهر گرگه. همچنین از اون در آزمایش های تاریخی وحشتناک پزشکی در انسان استفاده شده. در سال 1524 پاپ کلمنت هفتم سم آگونیتون رو به طور عمدی روی دو زندانی به کار برد تا اثر بخشی یه پادزهر رو آزمایش کنه. زندانی که پادزهر رو بهش دادن زنده موند و به جای اعدام حکم حبس ابد خورد، ولی زندانی دیگه که پادزهر رو بهش ندادن با درد وحشتناکی مرد. به گزارش بی بی سی یه باغبان 33 ساله بعد از خوردن این گیاه در سال 2014 جونش رو از دست داد. این گیاه میتونه منجر به استفراغ، اسهال و بیهسی در عضلات صورت بشه. مورد بعدی که شاید برای خیلیاتون عجیب باشه میوه گیلاسه. البته نه خود گیلاس، بلکه ماده داخل هسته گیلاس. داخل هر هسته گیلاس به طور میانگین 0.17% گرم ماده سیانید یا همون سیانور وجود داره. و خب اینم بگم که هیچ کسی با خوردن یه دونه هسته گیلاس جونش از دست نمیده. میانگین دوزی که میتونه یه انسان رو بکشه 1.52 گرم سیانوره که میشه حدود 9 تا دونه هسته گیلاس. اما جالبه که بدونید این مرد 28 ساله‌ای که توی تصویر میبینید به خاطر کنجکاوی و کرم درون هسته های گیلاس ها رو میشکست و ماده داخلش رو میخورد و با خوردن تنها 3 تا گیلاس حالش بد شد، دمای بدنش بالا رفت و به اورژانس منتقل شد و خوشبختانه نجات پیدا کرد. به غیر از گیلاس، هسته های میوه های مثل زردالو و سیب هم حاوی سیانوره، اما خب همونطور که گفتم با خوردن یه دونه هسته چیزی اتفاق نمیفته و بدنمون به راحتی میتونه از خودش مقاومت نشون بده. ولی محض اطلاعتون گفته میشه 190 گرم از ماده داخل هسته زردالو میتونه جون یه انسان رو بگیره. ولی چیزی که برام عجیب بود این بود که چرا اصلا باید داخل یه میوه که برای خوردن طراحی شده و درست شده سیانور وجود داشته باشه. چیزی که من توی اینترنت فهمیدم این بود که ماده سیانور به دلیل این داخل میوه ها وجود داره که از میوه در مقابل حشرات محافظت کنه. ولی خب خیلی وقتا شما داخل گیلاس میتونید کرم ببینید. مورد بعدی الدبری یا آقاطی سیاهه. این میوه رو به احتمال زیاد کنار جاده ها، مناطق مرطوب و جنگلی میبینید. من خودم خیلی زیاد توی جنگل های شمال دیدمش و همین چند وقت پیش میخواستم از گیاه بچینم و بخورمش، ولی خب ترسیدم امتحانش کنم.
اگه شما برگ‌های آقاطی رو بشکنید و مالشش بدید، بوی بدی ازش میاد و میوه این گیاه اگه پخته یا رسیده باشه سمی نیست، اما بقیه گیاه مثل شاخه‌ها، برگ‌ها، ریشه‌ها و دانه‌های گیاه شامل آلکالوئیدهای تلخیه که اسید هیدروسیانیک تولید می‌کنه. اگه آقاطی نرسیده باشه یا درست فرآوردی نشه، می‌تونه باعث تهوع، استفراغ، اسهال خونی شدید بشه. حتی دونه‌های اون هم سمیه و روی سیستم عصبی تأثیر میذاره. به گفته CDC یه مورد وجود داشت که 8 نفر که در یه مراسم مذهبی در شهر مونتری شرکت کرده بودن، بعد از نوشیدن یه آب میوه مخصوص که با برگ و شاخهای آقاطی درست شده بود به بیمارستان منتقل شدن. همه زنده موندن، ولی خب استفراغهای وحشتناک شدیدی رو فقط 15 دقیقه بعد از نوشیدن آب میوه تجربه کردن. لوبیای قرمز. شاید بعضی از حبوبات باعث ناراحتی معده بشه، ولی اثر لوبیای خام قرمز بیشتره. لوبیای قرمز حاوی پروتئین طبیعی لکتینه و تنها در عرض چند ساعت بعد از خوردن 4 یا 5 لوبیای خام علائم تهوع، استفراغ و اسهال و شکم درد ممکن احساس کنید. مورد بعدی که میخوام براتون بگم، در سال 2007 توی گینز به عنوان سمی‌ترین گیاه جهان شناخته شد و دسترسی به این گیاه توی ایران خیلی سخت نیست و توی عطاریا میتونید پیداش کنید. اسم این گیاه کرچک هست و بیشتر به خاطر روغنش ازش استفاده میشه که باعث میشه روده ها بهتر کار کنن و جلوی یبوست رو میگیره. اما اگه شما بهترین سریال جهان یعنی بریکینگ بد رو مشاهده کرده باشید، توی یه اپیزودی سم کشنده رایسین رو نشون میده که از خوردن دانه های کرچک به وجود اومده. البته اسمشون نمیدونم کرچکه یا کرچک، ولی برای تهیه روغن از دونه هاش از گرما در طول فرایند استخراج روغن استفاده میشه تا سم دونه ها رو از بین ببره. ولی میتونم بگم که یه شخصی که شیمی رو یکم بلد باشه میتونه به همچین سلاح کشندهی دست پیدا کنه و این سم جزء نادرترین سم هاییه که توی پزشک قانونی معلوم نمیشه و حتی یه خبرنگار رو با این سم ترور کردن و بعد از چند سال معلوم شد که این سم بوده. میتونم ویدیوشو براتون بسازم اگه خواستید توی کامنت به هم بگید. شاید این گیاه رو توی طبیعت مخصوصا قسمت های جنوبی ایران دیده باشید. خرزهره به خاطر گلهای زیباش همه رو به سمت خودش جذب میکنه. خیلی از افراد به خاطر زیبایی و اینکه دافع حشرات توی خونه ازش نگهداری میکنن، ولی این گیاه زیبا میتونه جون ما رو بگیره. خرزهره حاوی گلوکوزیدهای قلبی سمیه، اما این گیاه طعم بسیار تلخی داره. برای همین آدما برای خوردنش وسوسه نمیشن و مسمومیت با خوردن گل خرزهره خیلی کم اتفاق میفته. تمام بخشای خرزهره مثل برگ، گل، دانه، ساقه، پوست، ریشه و شیره اون سمی و حاوی گلوکوزیدهای قلبیه، اما دانه های گیاه داره بیشترین غلظت از این گلوکوزید هاست و در نتیجه خیلی سمی تره. اونقدر سمی که خوردن چند عدد از اونا میتونه باعث مرگ بشه. بعد از خوش شدن گیاه سم خرزهره از بین نمیره. این گیاه حتی بعد از جوشوندن هم همچنان سمی باقی میمونه. همچنین بخار و دود حاصل از سوختن شاخ و برگ های گیاه حاوی سمه. خوردن یک برگ یا 8 تا 10 عدد از دونه های خرزهره توسط یه انسان بالغ میتونه منجر به مرگش بشه. ریواس ها رو هممون خوردیم و معمولا توی فروردین برداشت میشه و خب همه ما ساقه این گیاه رو میخوریم و این قسمت از گیاه اصلا مضر نیست، ولی ریشه و برگ ریواس میتونه خیلی سمی باشه، اونم به دلیل وجود زیاده اسید اگزالیک در این گیاهه و این یه ماده خورنده و اسیدیه که میتونه منجر به نارسایی کلیه و حتی مرگ بشه و باید دوز نسبتا زیادی از این گیاه مصرف بشه تا این عوارض به وجود بیاد. فوگو یا ماهی بادکنکی همونطور که توی فیلم ها دیدید میتونن بسیار سمی باشن. تخمدان ها، روده و کبد ماهی بادکنکی حاوی تترودوتاکسینه که 1200 برابر کشنده تر از سیانید یا همون سیانوره. این ماهی یه غذای لاکچری توی کره جنوبی و ژاپن حساب میشه و سرآشپز های فوگو باید سالها آموزش ببینن تا مجوز پختن این ماهی رو بگیرن، ولی
با وجود این اقدامات هنوزم خیلی از افراد هر ساله به دلیل خوردن ماهی بادکنکی میمیرن. اگه ماهی بادکنکی درست پخته نشه میتونه سیستم عصبی شما رو فلج کنه و ماهیچه‌های تنفسی شما رو از کار بندازه. یه جورایی میشه گفت که این ماهی شما رو توی آب غرق میکنه، اونم زمانی که شما اصلا توی آب نیستید و سم یه فگو برای کشتن 30 تا انسان کافیه. جدیدن هم بعضی از فروشگاه ها این ماهی رو میفروشن و توی آکواریوم ازش نگهداری میکنن، ولی خب این ماهی ها سرعت بالایی ندارن و سیستم دفاعیشون فقط پف کردنه و یه بچه میتونه خیلی راحت این ماهی رو از آکواریوم بگیره و اگه اونو توی دهنش بذاره و قورتش بده یا گازش بگیره، خدای نکرده جونش از دست میده. سیب زمینی هایی که ما معمولا استفاده میکنیم رنگشون قهوه‌ایه و هیچ ضرری نداره، اما شده که گاهن سیب زمینی هایی رو دیده باشیم که یا سبز رنگن یا قسمت هایی ازشون سبز شده. این رنگ سبز نشونه وجود سم آلکالوید کلیکول به اسم سولاتین هست. این یه سم عصبیه که در صورت مصرف زیاد میتونه باعث استفراغ، اسهال، فلج و حتی مرگ بشه. همچنین اون جوانه ها و ساقهای ریز هم حاوی سم سولانین هستند و متاسفانه با پختن سیب زمینی بازم این سم سولانین از بین نمیره. گل دیفنباخیا یه گیاهیه که با نور کم هم رشد میکنه، رشد سریعی داره، به محیط زیاد حساس نیست و گیاه خیلی زیباییه و به همین دلیل خیلی از مردم این گیاه رو توی خونهشون نگه میدارن، ولی به نظرم این کار اشتباهیه چون که به شدت سمیه. اگه یکی از برگهای این گیاه رو بخورید با تاولها و تورم در دهن و گلوی خودتون مواجه خواهید شد که میتونه تنفس یا صحبت کردن رو سخت کنه و قدرت تکلم شما رو تا حدودی از بین ببره. این اثرات میتونه تا 2 هفته هم ادامه داشته باشه و در صورت مسدود شدن راه تنفسی فرد باعث مرگ اون شخص میشه. خوردن برگهای گیاه خیلی توی بچه‌ها و حیوانات خانگی اتفاق میفته و خب این مسمومیت ها توی بدن اونها ممکنه چند برابر بیشتر از بدن ما باشه. اگه شده که با همچین میوه و گیاهای مسموم بشید یا اتفاق بدی براتون بیفته، ممنون میشم که توی کامنت ها تعریفش کنید. اینجا هم یه ویدیوی دیگه براتون پیشنهاد میشه که به نظرم ازش خوشتون بیاد. راستی لایک ویدیو یادتون نره و مرسی که تا آخرش با من بودید. تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. چوز.